صلى الله صلى عليك الله يا عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن خديجة الكبرى، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم، شهيد كربلاء السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي، خصوصا أخيك بالفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه، بقیت الله آجرک الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم، همین گونه عرض تسلیت به مناسبت وفات شهادت گونه حضرت ام المؤمنین خدیجه غرا صلوات الله علیها، یار رسول خدا، همدم پیغمبر خدا، شخصیتی که تا لحظات آخر رسول خدا از غم او آه و ناله میزد، در خدمت شما هستیم و خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رفعتی با شرح دعای ابی حمزه سمالی. امیدوارم که هر جا هستید سحرخیزان عزیز ما را از دعای خیر فراموش نکنید. به نیابت شما عرض سلام دارم خدمت حاج آقای رفعتی. ارادت سلام هم دارم تاعتون قبول باشه، شما قبول باشه، سلام در خدمتون هست. خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. محضر ولی نعمتمون آقا صاحب الزمان آقا سید الشهدا علیه السلام، همه ائمه اطهار، این شب و این روز پر از غم رو تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستیم که خدا به حق این بانو، به حق حضرت خدیجه ام المؤمنین بر ما منت بگذارند به این سحر عزیز و
فرج امام زمان رو نزدیک کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه من رو و دعامون رو امشب تقدیم به این بانوی عزیز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. نفقت ما مديون بيبي هستيم دين هستي عالم همه مديونه حضرت خدیجه مظلوم عالم، او هم مثل مادرشون، مثل دخترشون یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، مادری مظلوم بودن مثل همسرشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و داماد گرامشون امیرالمومنین سلام الله. این خانواده مظلومی رو سالیان سال به همراه داشتن تا امروز. در ادامه دعای ابی حمزه رسیدیم به این قسمت که عرض میکنیم محضر حضرت حق، میگیم خدایا لا تسلبنی صالح ما انعمت بهی علی، یه سری نعمت ها رو لطف کردی به این بنده ناچیز، عنایت کردی، از تو میخوام خدای این نعمت ها رو از من سلب نکنی. خب معناش اینه که درسته که نعمت های خوب رو خدا کرم کرد و اخلاق کریم این نیست که اگر چیز رو داد پس بگیره. خیلی روایت داریم که وقتی که اهل بیت وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کلا اخلاق انبیا اینطور بوده، چیزی رو میدادن پس نمیگرفتن. یکی از قصه های جالبش که شاید بعضی از عزیزان شنیده باشن، این شخصی است که سلمانی میکرد در نیشابور. روز امام رضا علیه السلام در طوس نشسته بودن، یه دفعه از مجلس بلند شدن بیرون رفتن طبق نقل و بعد از مدتی برگشتن. بعضی ها خب از هیبت حضرت جرأت نمیکردن تا این کسی پیدا شد و گفت آقا ببخشید تو دل همه ما مونده، میخوام بدونیم کجا بودی، چطور شدی دفعه از مجلسی که بنا نبود و معمولا این ساعت می نشستید بیرون رفتید. حضرت فرمودن یک سلمانی بود در نیشابور، یه قراری باهاش داشتیم رفتم طبق قرار رو برگشتم. مرد سلمانی در نیشابور وقتی امام رضا علیه السلام میرسه، خودش رو به حضرت میرسونه و میخواد یه جوری خدمت کنه، نوکری کنه. آقا تخصص من این قیچیه و این کاری که الان دارم انجام میدم، اجازه میدید؟ حضرت فرمودن بفرم. همینطوری که مشغول شد به سر و صورت حضرت، خودش رو متبرک کردن، قیچیش رو متبرک کردن، دستاش رو با موهای حضرت، خوشا به حالش، تو دلش اومد که الان حضرت به من میفرماید که چی دوست داری بهت بدم، با قول ما چی تقدیم کنم، خب من چی از امام رضا بخوام؟ اولا من خودم پیش قدم شدم، ولی خب او کریمه، چی از امام رضا بخوام؟ همین که تو ذهنم مرور کردم چی از امام رضا بخوام، قیچی توی دستم تبدیل به طلا شد. رو کردم به حضرت، گفتم آقا من چیزی دیگه نظرم هست، اگر میشه اینا همون قیچی برگردونی تا من خواهشم. حضرت فرمودن چیزی که ما دادیم پس نمیگیریم، امونی هم که تو میخوای بکو. اخلاقشون اینطور بوده و خیلی قصص داره از این قبیل. و در آخر این قصه گفت آقا من دوست دارم وقتی که چشمام رو هم میگذارم تو قبر قیامت، جاهای حساس شما فریادم برسه، بله بیایید سراغ من. اون مرد سلمانی الان از دنیا رفت، رفتم تجهیزش کردم، تشییعش کردم، دفنش کردم و برگشتم. بعد خود حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس که به زیارت من بیاد سه جا به دیدنش میام. این مختص به اون مرد سلمانی نیست. انشاءالله که روزی همه ما هم بشه دم مردن تو قبر قیامت آقا امام رعوف به فریاد ما برسن. ولی تو این تیکه دعا حضرت داره ما رو التفات به این نکته میدیم که حواستون باشه نعمت هایی که خدا داده به صلاح شما بوده ممکن از شما گرفته بشه. صلاح منو از من گرفته؟ یه وقتی میبینید دیگه اون نعمته به صلاح من نیست. دیدید میگن حجت له و حجت علیه به اصطلاح. گاهی نعمت های خدا حجت بر علیه بنده میشه، یعنی خدا میگه من این نعمت رو بهت دادم چرا استفاده نکردی؟ بنابراین وقتی این نعمت رو نداشته باشه یه جوری بارش سبکتره. من به تو علم دادم چرا استفاده نکردی؟ من به تو قدرت دادم، به تو صدای زیبا دادم، به تو جمال دادم، به تو گیرایی دادم، یه کلمه حرف میزدی اثر، چرا بهره نبردی؟ این چرای خیلی سخته اونم خدا به بندش خطاب بکنه.
ولا تسلبنی صالح ما انعمت بی علی. یعنی خدایا اون نعمتای خوبی که دادی نگیر، لیاقتم بده، توفیق بده خوب استفاده کنم. از این جهت یعنی وقتی خدا نعمتی رو داد و گرفت، نعمت اون که به دردت میخورد گرفت، برای خاطر اینی که من اگه اون نعمت بیشتر بمونه بدتر میشه برام. بله. ولی خدا نکنه کار ما به اون جاها بکشه که نعمتهای خوب از ما بگیرن که بدتر نشه. بعد عرض میکنیم ورزقنی من فضلک رزقا واسعا حلالا طیبا. خدا یه روزی به من بده از فضل خودت، حالا این از فضل خودت باش کار داری، خدا یه روزی به من بده از فضل خودت سه تا صفت داشته باشه: واسع باشه، حلال باشه، طیب باشه. ای خدا چجور میشه تو چند لحظه معنیش کرد؟ بعضی میگن ما قانعیم، اشتباه میکنن. همینی که از الحمدلله خدا رو شکر اینجوری هم میکنن، بله خدا رو شکر بگو، اما قانع نباش. اگه میبینی از دستت روزی میاد، دیدی بعضی به دستشون میاد، بله پیش میرن همینجور جلو جلو پول میریزه براشون، برن جلو این راه رو، نترسن از خدا کمک بگیرن. آدمی نیست که دل بسته بشه، از خدا هم بخواد دلبستگی ایجاد نکنه، بره جلو. یعنی اموالی که از پایه مهم پیشرفت دینه دیگه، معلومه امشب چی میخواییم بگیم. اگر مال نباشه، اگه ثروت نباشه، کار ما لنگه. کار مذهبی یک پایش پوله، درآمد، ثروت، اقتصاده. بنابراین باید حتما یک منبع مالی های با ارزشی باشه که تو راه خیر خرج بشه. اگه از دستت میاد برو جلو، قانع نباش. خدایا از فضل تو به من روزی بده. وقتی میگیم از فضل تو، پیداست این روزی روزی خوبیه. چیزی که از فضل خداست بد نمیشه. یعنی از اون روزی ها نیست که خدا بگیره بهتره، چون وبال گردن شده، چون حجت بر علیه من شده. روزی نیست که فردای قیامت منو بهش بازخواست کنن، بهت دادیم چیکار کردی. یه روزی خوبه چون از فضل خداست، میشه از اول آخر رو کشف کرد. رزقا واسعا حلالا طیبا. خدا این روزی از فضل توست، منم از فضل تو میخوام. یه روزی میخوام بی درد سر، یه روزی میخوام بیچارم نکنه، یه روزی میخوام زمینم نزنه، یه روزی میخوام شرمندم نکنه روز قیامت. اولا واسعا. واسعا یعنی چی؟ حالا به اندازه فهم ناقصی که هست و عرض میکنم، انشالله عزیزان بعضیشون اهل تحقیقن بیشتر میتونن گیر بیارن. واسع شاید یه معناش این باشه، ما یه زیاد داریم یه واسع داریم. روزی زیاد روزی گشایشگر، روزی آرامش بخش، روزی به درد بخور به قول معروف. ثروت زیاد به درد نمیخوره، زمانی به درد میخوره که مورد استفاده قرار بگیره. بله. طرف میگن اولین ثروتمند دنیاست، ولی زندگیش میره نگاه میکنی یه لباس کهنه، یه ماشین در به داغون، شاید هم اونم اصلا نداشته، پیاده را میره. دیدی آدمای پولدار بعضیشون اینجورن؟ بله. غذایی که میخوره از فقیرترین آدما پایینتره، اصلا نمیتونه دست تو جیبش بکنه و خرج بکنه، و به خاطر همین حالتش نتونسته زندگیشو ادامه بده. همسرش ازش جدا شد، بچه‌هاش ولش کردن رفتن، بچه‌هاش رو پا خودشون ایستادن الی آخر. این پول به چه درد میخوره؟ یه پله بالاتر میایم، خرج خودش میکنه، یه ویلای آنچنانی و امکانات و تشکیلات و حتی جزیره بخره و استخر و فلان و بریز به پاش و 15 تا ماشین تو گاراژ و یه عالم خدم و حشم و بهترین غذا و هر چیزی که بشنوه سرویس بخواد اولین و بهترینشو براش حاضر بکنن. بعدش چی؟ آیا آرامش گرفت؟ این روزی آرامش بخش نیست. کم و بیش هممون یه ذره تجربه کردیم پول رو، حتی فقیرای ما شده بعضی وقتا یه چیز خوبی گیرشون اومده باشه. انشالله که هیچ فقیری نباشه که همه عمرش رو به سختی گذرانده باشه. اگر هم هست، خدا انشالله معرفت بهش بده که زیبایی های فقر رو ببینه و تحمل کنه. بعضی هستن یعنی میگردن دنبال لذت با پول، اما میبینن هیچ لذتی در پول نیست، در استخر، در داشتن چه میدونم امکاناتی که تو اون فضا هست. یک باقی داره که ساعت‌ها باید تو این باغ با ماشین بگرده،
خسته میشه، یه روز، دو روز، 6 ماه، 1 سال، 2 سال باغا رو ول میکنه. خیلی از اینها سراغ موسیقی میرن، خیلی با مسکرات خودشون آرامش میدن، خیلی ها میرن سراغ مواد مخدر، خیلی ها طغیان میکنن، این ثروت رو خرج جنگ میکنن، با این بجنگ، با اون بجنگ، اینو بزن، اونو بکش، یعنی آرامش پیدا نکرد. خدایا من یه روزی آرامش بخش میخوام، یه روزی میخوام که به زندگی من گشایش بده. واسه یه قصه میگم شاید خیلی روشن بشه، کم و بیش شنیدین این قصه رو شاید، بازم نمیدونم امام رضا هم شب حوالی کردن. خدا حضرت میگه یه آقایی از تجار میگه من مشرف شدم مشهد امام رضا علیه السلام، ولی تو حرم هر چی تلاش کردم اون سفر دل من نشکست، سیم دلم وست نشد، یه قطره عشق از چشمم نیمد. نمیگم عشق خیلی مهمه، مهمه ها، واقعا هم مهمه، اما این نشونه است، نشونه اون به قول معصومین علیه السلام فرمودشون تو زیارت امام حسین میفرماد این اذن دخول رو بخون، بعدش داره که اگر دلش شکست و عشق جاری شد بتون به شما اذن دخول دادن. خود آدم احساس میکنه گاهی اوقات اقبال نیست، ادباره، گاهی نمیکشنش یه جوری که انا میگن یلا کارت انجام بده برو، یه همچی حسی با آدم دست میده، تحویلش نگرفتن، خلاصه خیلی ناراحت شد، بلیط برگشت گرفت که برگرده، یه مقداری وقت داشت، اومد از حرم بیرون توی بازارچه‌ای که اطراف حرم بود، دید یه پیرمرد یه بار سنگینی رو برداشته داره انناهن میکشه، گفت که پیرمرد بذار کمکت کنم دست درد نکنه، خدا خیرت بده. کمکش کرد، حالا یا گاری داشت هل داد یا پشت بارش رو گرفت، گفت پیرمرد تو با این سن این بار به این سنگینی، خب مگه مجبوری؟ گفت آره مجبورم. گفت چیه مجبور آخه تو این سن چی داری که انقدر؟ گفت دختر دم بخت دارم الله و بعد براش جهاز درست کنم، جهاز نداشته باشه کسی نمیبرتش. این مرد گفت خب بارو ببریم مقصد، کمکش کرد تا مقصد، گفت بریم خونتون یه سر با مهمون میخوای قدمت رو چشم رفت. وقتی زندگی و خونه و دختر رو براش ثابت شد که نه راسته، همونجا یه چک خیلی بالایی کشید به اندازه که جهیزه دختر رو خونه رو مرتب بکنه، یه سرمایه بزن به کارو بله. یعنی زندگیشو از این رو، پیر مرد وقتی این چک رو نگاه کرد اشکش جاری شد، دستاشو بالا برد با خانمش با هم دیگه گفتن انشالله هرچی خدا میخوای بهت بده، انشالله که دلت شاد بشه، دل ما رو شاد کردی. با قول قدیمی بود دست به زنگ بزنی طلا بشه، نمیدونم چی از خدا میخوای، هرچی میخوای بهت بده. از خونه اینا اومد بیرون، رفت که وداع بکنه و بره سوار شه، پاشو که گذاشت تو حرم امام رضا یه حال دیگه است یاره، دید اصلا دیگه عشقشو نمیتونه نگه داره. کم و بیش شنیدیم من و شما از آدمای ثروتمندی که میگن لذت ما به پولمون نیست، لذت ما به اون لبخندیه که رو لبای بعضیا وقتی بهشون کمک میشه میبینیم، لذت ما اون وقتیه که میبینیم با پول ما دو تا زندگی به هم جوش خورد، با پول ما یه خونه یه سایبانی برای بعضی ها درست شد، با پول ما غذای خوشمزهی به شکم بعضی ها رسید، با پول ما کتاب هایی چاپ شد، با پول ما مریض هایی از بیمارستان مرخص شدن، و این حالت هاست که ما رو خوشحال میکنه. به این میگن رزقن واسعا. میلیاردر باشه، یه عالم پول داشته باشه، چند تا خونه خالیه که داره خاک میخوره درش قفل داشته باشه، این رزق واسع نمیگن. اتفاقا دغدغه است همش، خونه فلان هم چی شد، ماشین هم چی شد، فلان حساب بانکیم کجا رفت، فلان شرکت، فلان کارخونه، فلان حساب دلار، صراف، فلان، همش گرفتاری، همش دردسر. خدایا از فضلت به من یه روزی واسع بده. عزیزانی که سحر هست و میشنوید و برنامه رو دنبال میکنید، نفکر کنید این حرفی که ما داریم میزنیم فقط مال میلیاردر است. هر کدوم از من و شما به اندازه ای که داریم خدا از ما حساب میکشه. میگه دادم که امتحانت کنم، امانت بود. تو این 4 روز که دادم دستت این امانت دستت چیکار کردی باهاش؟ آیا تونستی لذت ببری از همونی که داری؟ بعضی 2-3 طبقه خونه دارن، 1-2 طبقهش همجوری افتاده، یه بار گفت حالا شاید بچه ها میان و اینها، بچه هم گاهی سال یه بار 2 سال یه بار میان یه سری میزنن، مگه چقدر نیازت میشه؟ یه جوان پیدا کن، آقا درد سر داره، خب میدونیم درد سر داره، اصلا درد سر نداشت که ثوابش انقدر نبود، یه جوان پیدا کن بشینن اینجا
نه مفتی هم بشینن بگو آقا مثلا فلان کارم برای من انجام بده که خودش هم غرورش شکسته نشه. بشینم فکر کنم داشته من چی ازش میاد، چی کار میتونم باش بکنم. صاحب امشب یگانه هستی حضرت خدیجه، هر چی گفتم همه مقدمه بود برای اینکه یک کلمه معلوم بشه که چرا این بیبی انقدر پیش خدا عزیزه، چرا پیغمبر انقدر دوستش دارن. خدا براش دنیا ارزشی نداره، اموال خدیجه خیلیه، اما اونی که خیلیه برای خدا اموال خدیجه نیست، این دل نازنین حضرت خدیجه، سلام الله، این عشق حضرت خدیجه است به پیغمبر و به راه پیغمبر و بعد، یعنی تمام ثروتشو میده، جانش رو دو دستی تقدیم میکنه برای پیغمبر، بعد نفسهای آخر میگه یا رسول الله منو حلال کن، منو ببخش، من نسبت به شما کم کار کردم، یعنی کاش میتونستم بیشتر کمکتون کنم. اونی که ارزش داره اینه، اونی که قیمت داره اینه. حضرت خدیجه سلام الله علیها مصداق بهترین کاملترین مصداق اللهم ارزقنی من رزقک رزقاً واسعا حلالاً طیب، روزی واسع بیام از بی بی امشب یاد بگیریم، درس بگیریم، در مصیبتشون در فراقشون مثل اولیا گریان و سوزناک باشیم و از اون طرف درس بگیریم. اگر میخوای موندگار بشیم ببینیم امروز امام زمانمون چی میخواد از ما نسبت به مال و ثروت و داراییمون، اونی که وظیفمون هست درست انجام بدیم. اجازه میدین میان برنامه رو با هم ببینیم و برگردیم. فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا، تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنايعك وفعالك، أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي، فالعفو العفو العفو سيدي، اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك، صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته، إنك قريب مجيب، وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا،
وخسروا خسرانا مبينا. ام المؤمنین یا خدیجه الغرا، چقدر زیبا راجع به هست خدیجه صحبت کنن هست آقا، و انشالله امشب درس بگیریم و هر کسی به اندازه خودش حقی داره، حقوقی داره و باید انجام بدیم انشالله. در خدمت شما امشب. سلامت باشید. اللهم ارزقنی، یعنی ورزقنی، خدای از خود طلب میکنم روزی بکنی، روزی که از فضلت باشه، واسعا حلالا طیبا. حلال گاهی روزی زیاده اما شبهه داره، خدا یه روزی بی شبهه میخوام. ما تو عصری زندگی میکنیم که روزی حلال خیلی سخته، یه جورایی شبه محاله، نمیگیم محاله اما واقعا سخته، به دست آوردن یک لقمه حلال واقعا خیلی سخت شده. شما ممکنه درست زندگی میکنید، تلاش میکنید که جای سالم باشه، هیچ شائبه ای از اشکالات شرعی نباشه، اگر صاحب کارید، اگر تاجرید، اگر اداری هستید و اگر و اگر احکامشو بلدید. یه مجموعه دستورات داره تا روزی بشه روزی حلال، یکی دو تا سه تا هم نیست، گاهی اوقات 100 تا همون کاری که شما دارید 100 تا مسئله داره. شما روزه ماه رمضان ببینید 100 تا حدودا مسئله مهم داره بلده. که همه بهتر بدونن یه کار شما تنها اون روزه ماه رمضان، تجارت شما گاهی اوقات دو سه برابر این مسئله داره. بله لا اقل من میگم 100 تا مسئله داره. یاد بگیرم قبل از اینکه وارد تجارت بشم، خدایا روزی حلال روزی من کن. من همه این قواعد را رعایت کردم اما نمیدونم این پول از چه راههایی به من رسیده، اون راهها سالم بوده یا نبوده، اما تو میدونی. خدا نمیخوام یه روزی باشه که رو دل من، رو فکر من، رو قلب من، رو بچه های من، رو آینده من اثر بگذاره. اگه قلب قسی میشه، اگه یه وقتای حال مناجات نداریم، اثر همین لقمه های شبهه داره. نمیگم حرام، میگم شبهه دار. شبهه دار سبب میشه که یه وقتایی میبینی بچه خلاف رفت، اشتباه کرد، یه کاری که نباید. خدا این از کجاست؟ همتون شنیدید قصه اون که اومد بابای خونه، دید کوچه شلوغه، پرسید چه خبر شده، گفتن بچه شما زده مشک که من خدا که آب میفروشه رو پاره کرده. سقار گفت بچه من با چی؟ گفتن با چاقو. گفت بچه من چاقو برد مگه میشه؟ رفت و خونه و جریان و بالاخره طرف رو راضی کردن و خانومشو نشوند، گفت که این بی حساب نیست، من خیلی تلاش کردم لقمه پاک بزنم دست شما و دهن بچه‌ام بگذارم، مطمئنم از من نیست. این کاری که این بچه کرد ریشه در تو داره، ببین ریشهش کجاست. التماسش کرد، زن فکر کرد، گفت یه کار من یادم میاد شاید از او باشه. و اون زمانی که من حامله به این بچه بودم، داشتم سوزن خیاطی میکردم با دستم، انار فروش صدا زد انار، اومدم گفتم شیرینه یا نه، همونطوری که روش اونور بود با مشتری حرف میزد، با سوزنی که دستم بود توی که از این انارا فرو کردم گذاشتم دهنم، دیدم ترشه، انار ترش نمیخواستم نخریدم. بچه تو شکم من با یه سوزن آب اناری که برای انقدر موثر، انقدر موثره. حالا نگید که ای بابا این حرفا چه شما میزنید، مطمئن باشید دنیایی که ما توش زندگی میکنیم همه چیش رو حساب و کتاب و رو حکمت، غیر از این باشه عجیبه. کسی که این کهکشان ها رو خلق کرده، کسی که اینقدر عالم رو زیبا آفریده، این نظم عالی رو در عالم قرار داده، پیداست همه چیزش روی حسابه. نمیشه شما سوزن بزنید به انار کسی، اجازه هم ازش نگیرید. حالا یه وقت طرف یقین دارید راضیه، این مشکلی نداره، اما رضایت ازش طلب نکردید و نمیدونید راضیه. شاید اگه میدونست میگفت نورد و برو این انار رو. شما این از گلتون رفت پایین، طعمش یا نرفت روی این بچه اثر میگذاره. این بچه فرق میکنه با بچه‌ای که به مادر شیخ انصاری گفتن بچت شد شیخ اعظم، رئیس طائفه بزرگ. هرچی بهش گفتن دیدن عکس العملش عادیه، گفتن مادر این حرفو به هر کسی میگفتی اون گل از گلش میشکفت، ذوق میکرد، شما چرا انقدر عادیه برات؟ گفت من بیشتر از اینها توقع دارم. یک بار بی وضو بچه‌م رو شیر نصف شب، اونم روستا یا منطقه، خب بالاخره اون زمانم آب به راحتی نبود، سرما گرما، یک بار من حتی نصف شب بچه‌مو رو بدون وضو شیر ندادم. خب پیداست وقتی وضو میگیره یعنی توجه به خدا هم پیدا میکنه. شیخ انصاری هم خیلی ولایی امام حسینی و امیرالمومنین و امام زمانی بوده، پیداست این هم باز از ارث هایی است که از مادر و پدر و قبلی ها داشته و موثره.
حلالن، خدا یه روزی حلال بهم بده. طیبا، خدا یه روزی میخوام که لذتشم ببرم، شیرین باشه، شیرین باشه. دیدید بعضی ها دعا میکنن میگه که انشالله اینی که دارم بهت میدم گوش بشه به چسب به تن. حالا نمیدونم اصطلاح شیرازی بله. کجاست گوش بشه به چسب؟ اصفهانیه؟ بله همه آره. میگن گوش بشه به تن، به تنت بچسبه. یعنی میخوام لذت ببری از اینی که بهت دادم. یه وقتی آدم بهترین غذا رو سر سفره گذاشتن اعصاب نداره، ناراحته. این غذا به این خوشمزه براش خیلی چیزایی دیگه میشه، حالا تعبیر نکنیم، لذت از این غذا بله. نمیبره. خدایا میخوام یه روزیه آرامش بخشه حلالی به من روزی بکنی که لذتشو ببرم. خدایا اگه قرار پول بهم بدی، این پول خرج بشه تو راه زیارت امام حسین، تو راه حج خانه تو، این روزی که به من روزی میکنی خرج بشه در راه باز کردن گره از جوانها، کمک به هر چیزی که شما خودتون ذوقتون ما عین نکنیم. بعضی میگن آقا بیاید به ایتام کمک بکنید، طرف میگه خب ایتام الحمدلله زیاد براشون آدما، من دلم میخواد برای جوانه که میخوان ازدواج بکنن. دیدم اینو که دارم میگم، یکی میگه آقا هیچ کس گرفتارتر از کسی که تو بیمارستان گیره و پول نداره یا آمپول بخره نیست. من فکر میکنم این از همه مهم، تو هر چیزی که شما فکر میکنید خیلی مهمه، برای بعضی خوراک مهمه. میگه آقا شکم که سیر باشه بقیه چیزا حل میشه، شکم که گرسنه شد آدم به راه خلاف کشیده میشه، غذا دوست داره بخره توزیع کنه. هر چیزی که مورد علاقتونه و فکر میکنید، چون همش مورد نیاز هست بله. وقت لذتش اینه وقتی شما این غذا رو میخورید، میدونید همزمان با شما 100 نفر، 1000 نفر، چند هزار نفر دیگه هم دارن این غذا رو میخورن. این چقدر لذت داره. خدا یه روزی آرامش بخش حلال طیب میخوام بچسبه به این دلم. حالا این روزی فقط خوردنی نیست، این روزی فقط مال نیست، گاهی اوقات فرزنده. خدایا یه بچه حلال زاده پاک میخوام که وقتی حرف میزنه جگر من حال بیاد، وقتی کار میکنه کار کردنش باید افتخار آبروی من بوده باشه. اینم یک روزی حلال واسع طیبه. خدایا یه خونه میخوام، خونه واسع بزرگ، این از سعادت انسانه که خونه بزرگ داشته باشه. از پول حلال خدایا این خونه بشه چی؟ بشه همش در اصلا هر کسی تو شهر گیر کرده بگن برو در خونه فلانی، این میشه طیب. چقدر لذت بخش آدم ارباب گرفتاری های مردم باشه. سفرش همیشه پهنه، اصلا مهمون سرا تو خونش داره، هر بیچاره ای هر زمانی جا نداره بخوابه، جا برای خوابوندن تو خونش داره. خانواده هایی که به مشکل خوردن میارتشون. من وقتی شنیدم یه آقای از این محضردارها که محضر ازدواج و طلاق اینا داشت، یه اتاقی رو مرتب کرده بود، ذوقش تو این زمینه بود، خیلی هم آدم شاد و شنگولی بود. این دو نفر اول زندگی با هم، بالاخره سری جریانات، حوصله‌ام ندارن، خسته بودن، بگو مگو شده و قهر کردن. وقتی میمدن اونجا که آقا میخوام طلاق بگیریم، میگه اشکال نداره برید تو اون اتاق. اتاق یه جوری ترتیب داده بود که اینا بالاخره خلوت کنن با هم دیگه، صحبت و بگو و بخند و فلان. خیلی وقتها با روش سبب میشد که اینها آروم بشن، کدورت رو کنار بگذارن، برگردن سر زندگیشون. از اونجایی که دارید، از اون نعمتایی که خدا بهتون داده، علم. خدا یه علمی میخوام که علم حلال باشه. هر علمی علم حلال نیست، گاهی اوقات علمیست که آدمو بدبخت میکنه، عجب، بیچاره میکنه. بعضی اصلا مریضن تو وادی علم، اصلا میگرده دنبال چطور توی دونه گونی برنج یه دونه فضله خلاصه ممکنه پیدا بشه، یه گونی برنج اعلای درجه که عطری، فضله شو در بیار بنداز دور، از برنج استفاده بکن. فضله رو موشه اومده انداخته تو این کیسه برنج، ولی کیسه برنج فضله توش در نمیاد. یه ده آدمای مریضی در طول تاریخ اومدن با روایات بازیایی کردن، اون روایتی که مشکل داره اونو بذار کنار، همه رو گشته کنار، این روایت رو گرفته هارت و پورت میکنه. خب علمت، قدرت، تواناییت رفت برای این؟ خدایا میخوام یه علمی باشه که لبخند رو لب امام زمان بیاره. علم من یه علمی باشه که وقتی حرف میزنم، وقتی تواناییمو میریزم تو قرآن، میریزم تو روایت، مردم گره هاشون باز بشه. قهر کرده بود با خدا چون خدا رو درست نشناخته بود. وقتی شنید دعای ابی حمزه را، وقتی خون دعای افتتاح را، وقتی یه حدیث از کتاب اختصاص مثلا براش خوندی، از این رو به اون رو شد، با خدا رفیق شد.
ذوقی حرف نزنم، ذوقی خدا رو معرفی نکنم، عشقی روایت در نیارم، هر چی که دلم خواست بگم و مردم رو. خیلی این وادی حرف داره، همینقدر بس. میریم سراغ دعای بعد، میگیم اللهم احرسنی به حراستک و احفظنی به حفظک و کلعنی به کلاعتک. ای خدا، سه جمله است. بعدش میریم سراغ دوباره حج، ارزقنی حج بیتک. این سه جمله این وسط که با اللهم هم شروع میشه، قبلی ها عطف بود، وقتی گفتیم وختم لی بخیر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وختم لی بخیر، تا اینجا با واو بعد از صلوات خواسته هامون از خدا خواستیم، آخرش اینم این روزیه بود. بعدش میگیم اللهم صل علی محمد، خدایا یه چیزی دغدغه من دارم، یه استرابی تو وجودمه. ما که تو شهر کربلا زندگی میکنیم که بهشته، قطعی از بهشته، یه دغدغه داریم. خدایا انقدر دشمن داره این شهر، انقدر حسود داره که نمیتونن کربلا ببینن، هر روز از یه طرف، هر روز یه نقشه و یه برنامه، چقدر کربلا مورد حمله و هجمه بوده. خدایا دلم میخواد تو این سرزمین میلیون ها آدم بیان عقده های دلشون رو باز کنن. چطور خدا کعبه رو بلدن آمنن قرار داده، کربلا هم یه بلد آمن، همه بیان با خدا رفیق بشن، به برکت امام حسین هدایت بشن. چرا نمیذارن یه شهر آرام آرامی باشه؟ چرا نمیذارن همه شهرهای زیارتی ما، چرا نمیذارن آدم با آرامی بره بقی؟ چرا باید با ترس این ور اون ور نگاه کنه؟ چرا وقتی میخواد یه قطره اشک بیاد از چشمش یه زیارت بخونه بعد چهار نفر سرش داد بزنن؟ چرا وقتی مقابل قبر پیغمبر ایستاده و میخواد، چرا وقتی میخواد قبر ابو طالب و حضرت خدیجه رو زیارت کنه باید یواشکی بره از این زیر پل و از اون ور تا بتونه دو تا سه تا دور هم، تا چهار تا هم با هم جمع شدن ماشین پلیس بیاد برشون داره و مشکل برشون درست کنه و اذیتشون کنه؟ چرا؟ این آرامش، این امنیت در کنار زیارت یکی از خواسته ها، یکی از دغدغه های دل همه مؤمنینه. راستی اگر آدم آرامش نداشته باشه، قرآن خوندنش، نماز شب خوندنش، خدمتش به همه‌چی تحت شعاع قرار میگیره. خدای من این چیزا رو از تو خواستم، حالا میخوام یه چیزی پشتوانه قوی داشته باشم، میخوام تو رو بندگی کنم تو آرامش. چی میخوام؟ و احرسنی به حراستک و احفظنی به حفظک و کلعنی به کلاعتک. سه تاش نزدیک به همه، سه تاش یعنی خدای حفظم کن، یعنی خدایا بلا رو دور کن، خدای امنیت بهم بده. اما فرقش خیلی قشنگه. خدای امام سجاد علیه السلام بشه، اگه هیچ دلیلی نداشتیم بر عظمت این آقا و اتصالشون به عالم بالا، همین کلمات این دعاها برای ما کافی بود. میگن وحرسنی ماده حرس و ماده حفظ و ماده کلعه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اولی میگه خدای جلوی بلا رو بگیر نیاد، دومی میگه اگر اومد منو نگه دار سراغ من نیاد، سومی میگه حالا که حفظم کردی این حفظ رو ادامهش بده. چقدر زیباست. یه وقتی من میخوام دعا، خودم میخوام دعا کنم به زبون خودم با سواد کمم، میگم خدای ما رو از بلا نگه دار. خب خدا ما رو از بلا نگه ده، یعنی بلا بیاد به تو نرسه؟ بیشتر از ایناست. خب بلا اومد به تو نرسید، بعدش چی؟ بلاه بمونه یا بره؟ یه دعای جامع با سه تا جمله، خدایا وحرسنی به حراستک، حراست تو، خدایا تو نگهدار. من امیدم به پلیس و شرطه و مرزبان و چه میدونم تبلیغ فلان و وزیر و اینا، خیلی تو ایام زیارتی ها یا وقته دیگه که یخته مثلا دقت میکنن یا اینا که دارن تفتیش میکنن میگردن، میگن که ببخشید ما وظیفه‌مونه باید مراقبت بکنیم. میگم شما فکر میکنید شما دارید مراقبت میکنید از این شهر و از حرم؟ و یه وقته که حرم امام رضا علیه السلام میبینم سخت میگیرن، میگم بابا این شما نیستید که حرم امام رضا رو دارید حفظ میکنید، فکر میکنید شما اید؟ راستی اگر دست ما بود که یه روزم با این همه دشمن و حسود و نقشه و برنامه و کسی دیگه داره حفظ میکنه، بپذیرین. بارها هم نشون دادن و قدرت نمایی کردن که ما داریم حفظ میکنیم. لل بیتره کعبتره. بله همینطوره. بنابراین بگم خدایا به حراست خودت، به نگهبانی خودت نذار بلا بیاد. اگر چه میدونم اسمش داعشه، اگر اسمش ویروسه، اگه اسمش ناامنی، هر چی اسمشه من بلد نیستم. خدایا خیلی فقط میدونم نشستن فکر میکنن، نشستن 24 ساعت پول میگیرن و فکر میکنن چی کار کنیم شیعه در آرامش نباشه.
خودتون دارید میبینید دیگه با مرزای ما چیکار دارن میکنن. هر بار یه جور دیگه نریم تو اون قصه ها. اصلا دارن همینطور مرتب برنامه میریزن. دنیا مشغول مریضیه. اونا مریضیه رو ول کردن، چیکار بکنیم اینا آرامش نداشته باشن؟ برای بعد از این مریضی چیکار کنیم دوباره یه بلای دیگه سرشون بیاریم؟ چیکار کنیم جیباشون خالی باشه؟ چیکار کنیم چه کنم بکنن؟ چیکار کنیم سر بلند نکنیم بکنن؟ چیکار بکنیم حرفشون به دنیا نرسه؟ چیکار کنیم اگه یه آدم عاقل توشون پیدا شد یا منحرفش بکنیم یا حذفش کنیم؟ چیکار کنیم؟ خدایا ما نمیدونیم، ما ضعیفیم. اونا به حسب ظاهر خیلی قویان، اما ما تو رو داریم. خدای ما امام حسین داریم، ما از عباس ما دلمون به اینا خوشه. ما بانوی مثل حضرت خدیجه داریم که خیلی کار ازش میاد. امشب اگر به بیبی متوسل بشیم باورمون اینه، به خاطر این مادر و این مادر بزرگ عزیز و این بیبی جلیل القدر ائمه معصومین صاحب الزمان علیه السلام به ما نظر عنایت میکنن. خدای من لایق نیستم، اما تو به لطفت به حق این بیبی بلاها رو از ما دور کن. و حرسنی به حراستک، فکرشون رو منحرف کن. مکر و مکر الله، الله خیر الماکرین. یعنی اون اول تا میان نقشه بکشن و نقشهشون رو نقشه برآب کاری کن که بر علیه خودشون بشه، ورق بر علیه خودشون برگرده. اگر هم یه قدم پیش رفتن، اگر بعضی از برنامه‌ها به خاطر گناه‌های ما یه مرحله رد شد به طرف ما اومد، خدای غلط کردیم، خدای توبه و احفظنی به حفظک. خدای به حفظ خودت من حفظ کن، نذار این بلا به ما نزدیک شه، نذار این ناراحتی و این بیماری امنیت ما رو سلب بکنه. گاهی بعضی کارهای ماها میکنیم، خیلی خیلی خدا باید صبر بکنه، به خاطر سهل‌انگاری ما، به خاطر نفهمی ما، به خاطر بی میزان بودن ما، به خاطر بد بودن ما، آدم‌های بیگناهی میمیرن. پناه بر یا ما مقصر با واسطه ایم یا مقصر بی واسطه ایم یا اینکه اصلا مریضیم تعمدن این کارا رو میکنیم. یک نفر بیگناه بمیره تو دستگاه خدا خیلیه. و من قتل نفسا فکأنما قتل جمیعا، همه رو تو دستگاه خدا. این همه آدم بیگناه گاهی این ور اون ور، خدا خطاب ممکنه بکنه به من، من از کمونیسته توقع ندارم آدم بکشه، از اون لایکه توقع ندارم مردم رو اینطور رد، از تو توقع دارم. چرا رگ غیرتت حرکت نمی کنه؟ چرا وقتی شنیدی بیگناهی ولو هم عقیده هم کیش تو نبود ولی بیگناه مرد، هیچی نگفتی، هیچ کار نکردی، این خیالت هم نبود؟ اینه که دارم میگم همه مثالاش تو ذهنم، نمیتونم باز کنم. اگه اینا سبب شد که بلاهای یه قدم اومد جلو، این بلا رو تحمل کردید، این رو گذاشتید اتفاق بیفته، حالا منتظر بعدیش باشید. خدایا توبه، خدایا ما را به بدی اونها، خدایا ما را به اشتباهات اونها مجازات نکن. اینم مضمون دعاهاست. خدایا از ما، از همه مؤمنین، از همه بندگان صالحت، خدایا ما میخواییم از اون بندگان خوبت صالحت باشیم، بلا رو دور کن، ما رو حفظ کن. بعدش چی؟ وکلعنی بک. الحمدلله در نعمتیم. خدا این نعمت رو بر ما مستمر کن. خدا این امنیت رو از ما نگیر. وکلعنی بکلاعتک. امشب سر سفره افطار دو تا از اون قدیمیای کربلا نشسته بودن با هم میگفتن. من اینو زیاد شنیدم. وقتی که قدیمیا میشینن از کربلای قدیم میگن 30 سال پیش، اصلا مثل این که همه عمرشون فقط همون بوده. طرف الان 80 سالشه، 30-40 سال قدیم میگه اون موقع زندگی کردیم، بعدش دیگه ما طعم زندگی رو نچشیدیم. اون موقع توی خونه 40-50 متری بود، الان خونه 600-500 متر شده. میگه نه، اون یه چیز دیگه بود، همه اینجوری بودن، راستی بود، نمیگیم گناه نبود اما نفاق نبود، بده مشخص بود، خوبه درست معلوم بود، غلط معلوم بود، نمیدونیم، نمیتونیم بر شما حالا یه شرح بدیم، اما فرق میکرد، خیلی زندگی ها قشنگ بود. اینا من از خیلی ها شنیدم. اگر انشالله هستن پدر مادر بزرگتون، پدر بزرگ مادر بزرگاتون، راجع به قدیم ازشون بپرسید و بگو که خب اصلا بعضیشون وقتی خواب میبینن خواب 40 سال پیش ها رو فقط میبینن، یعنی از این اواخر دیگه اصلا هیچی تو ذهنشون نمیخواد بمونن. لذت مال اون موقع بوده. چی بوده؟ چه آرامشی بوده؟ چه امنیتی بوده با همه سختی هایی که داشتن؟ بچه هاشون میمردن، مریض میشدن، اما خیلی شیرین بوده براشون. خدای از اون شیرینی ها تا ما هم هستیم، شیرینی اصلی و حقیقی، آرامش اصلی و حقیقی که در دولت
ولی الله العظم امام زمان هست به ما بچشان و ببینیم انشاءالله تا هستیم. ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها آبرومند در خونه خدا هستند. خدای به بیبی متوسل میشیم. فقط یک کلمه میگم و مرخص میشم انشاءالله از عزیزم بیشتر استفاده میکنیم. عرض میکنم خدایا به حق اون بانویی که دم آخر رو کرد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که نه اینجوری خواست بگه، خیلی هم با سختی، چون یه طلبشو که اصلا نتونستن بگن به فاطمه زهرا و عرض داشتن که دخترم مو عبایی که بر دوش پدر بود کفن من کنن، اما یکی هم با سختی گفتن یا رسول الله هوای دخترمو داشته باشید. چی میدیدن حضرت خدیجه که با دختر او چه میکنن که اینطور بیتاب فاطمه زهرا بودن؟ که نه حضرت خدیجه میدیدن اون روزی را که دختر نازنینشون، این میوه بهشتی، این عزیزی که در رحم با مادر سخن میگفت، این دختری که آرامش بخش دل مادر بود در لحظات سخت تنهایی، اونقدر تنها میشه، اونقدر بیتاب میشه که پشت در صدا میزنه بابا یا رسول الله ببین با پاره تن تو چه میکنن. که نه حضرت خدیجه میدیدن که استخوانهای سینه دخترشون در هم شکسته میشه. خدای به حق مادر و دختر مظلوم، خدای به حق امیرالمؤمنین، به حق رسول الله عجل لولیک الفرج. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ببینیم مناجات مولا رو با هم برمیگردیم در خدمت شما هست انشاءالله.
صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن خدیجه الکبرا. بازم عرض تسلیت دارم خدمت شما حسینیان عالم، شمایی که سحرخیز هستید و اهل سحر. روز وفات شهادت گونه حضرت خدیجه صلوات الله علیها. عرض میکنم شهادت گونه، دیشب هم عرض کردم، شعب ابی طالب 3 سالی بود که بر رسول خدا بسیار سخت گذشت. تاریخ را مرور کنید، ورق بزنید صفحات تاریخ را و ببینید چقدر بر رسول خدا، اهل بیت رسول خدا در آن 3 سال سخت گذشته است. انقدر که از دست دادن حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین صلوات الله علیهما را رسول خدا عام الحزن اعلام کردند، سال حزن و اندوه. گاهن برای یک مصیبتی ایامی را اعلام حزن کنند، ولی رسول خدا سال را سال حزن معرفی کرد و این بیانگر جلالت و عظمت حضرت ام المؤمنین خدیجه خرا و حضرت ابو طالب کفیل رسول خدا صلی الله علیه و آله است. این اشارات کفایت میکند برای درک عظمت هر دو بزرگوار. حضرت ام المؤمنین خدیجه قطعا از سر شب تا حالا در برنامه های متعدد شبکه جهانی امام حسین علیه السلام راجع به ام المؤمنین خدیجه صلوات الله علیها شنیده اید به اندازه کفایت، ولی کافی نیست، باید بیشتر گفته شود، باید این بانو را به عالم بیشتر معرفی کرد. فردا هم خواهید شنید. خوش به حال کسانی که در دوره سال مهمان سفره حضرت خدیجه هستند، در بعضی از رفقا که همیشه ذکر بیبی را زنده می کنند. گاهی وقتا سکوت ما باعث شده است که کسانی که حقی نداشتند و این منصب را اصلا خدا برای اینها نگذاشته بود، به ام المؤمنین خطاب شوند، به غلط. و ام المؤمنین حقیقی یعنی حضرت خدیجه را اصلا نام نبرند غیر ما، مخالفین ما. ولی مگر شیعه میگذارد؟ مگر شیعه میگذارد که یاوری مثل حضرت خدیجه را یاد نکنیم؟ خیلی حرفه در صحبت های حضرت آقا شنیدی، تمام اموالش را حضرت خدیجه گذاشت در اختیار رسول خدا. روایتی داریم که بزرگترین امتحان الهی گذشتن از پول و ماله. در روایت ذکر شده است گذشتن از پول یکی از بزرگترین امتحانای حضرت حق هست از بنده و کسی که اهل عبادت است. حضرت خدیجه شبی که خدمت رسول خدا رسیدن، صندوقچه تمام کلیدهای اموالشون را خدمت رسول خدا گذاشتن و گفتن تمام اموال و خدیجه به فدای شما باشد. انقدر بذل و بخشش کردند تمامی اموال را که مثل امروزی حتی یک کفن هم بیبی نداشتند، حتی یک کفن. و خدا هم از بهشت کفن آورد در عبای رسول خدا و کفن بهشتی. میدونم کربلا صحبت از کفن شدن و گفتن از کفن دل شما را کجا میبره. دل ما هم حقیقتا همونجاست، همون جایی که شما حاضرید براش سالها روزها گریه کنید. بی کفن کربلا سید الشهدا است صلوات الله علی الحسین، که هیچ جای عالم، هیچ جای تاریخ ذکر مصیبت و هم غمی نیست مگر آن که اعظم آن در کربلا یافت شود. گیرم اگر ما بلد نیستیم بعضیش رو، عدم تتبع است و به ما نرسیده باشد. سلام الله علی خدیجه الغرا. در زیارت آقا سید الشهدا مثل زیارت روز عرفه هم سلام به آقا سید الشهدا میدیم به همین عنوان، یبن خدیجه الکبرا. در این سرزمین آقا سید الشهدا به نام حضرت خدیجه خودشان را معرفی کردند، انا ابن خدیجه الغرا.
صلوات الله علیها. سلاطین سلاطین امیرزادگان عمرا از هم سبقت می گرفتن برای خواستگاری حضرت خدیجه صلوات الله علیها. بذارید همینجا دل سحر، چون خیلی دل من سوخته، قطعا دل شما هم سوخته، قطعا دل هر شیعه زاده ای می سوزد. خدا لعنت کند آن کسی را که انقدر از خدیجه صلوات الله علیها ام المؤمنین آنقدر می گفت و به گونه بد بیان می کرد که عشقهای صدیقه طاهره فاطمه زهرا را بیرون آورد. خدا لعنتش کند، خدا لعنتش کند که انقدر از حسادتش، از حسادتش بد می گفت به رسول خدا که حتی رسول خدا هم به گریه می آمد. شاید جالب باشه برای همه شما بعد از اینکه رسول خدا وارد شدن و فتح مکه رخ داد برای مسلمین، نکته بسیار زیبایه، با اینکه جاهایی در مکه هست که این جاها محل عبادت است و به ظاهر که نگاه کنی اولویت دارد که رسول خدا در آن مکانها حاضر شود، ولی به محضی که اوضاع آرام شد و فتح واقع شد، حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله رفتن به شعب ابی طالب کنار مزار حضرت خدیجه نشستن. حیاءً لرسول الله، حیاءً لرسول الله، عرض می کنم که این علقه و علاقه چگونه بوده است، ولی در پرده و پرانتز عرض میکنم برای اهلش، برای محرمها، برای محرم حریم ولایت که همه شما باشید، کسانی که دیدگانتون رو با دیدن گنبد سید الشهدا نوازش میدهید و قلوبتون رو نورانی میکنید، برای شما عرض میکنم هرچه که شنیده اید از محبتهایی که در عالم وجود دارد بگذارید کنار. محبت حضرت ختمی مآب به حضرت خدیجه چیزی است که فراتر از درک بشری است. علقه شدید رسول خدا به حضرت ام المؤمنین خدیجه غرا، از جوابهایی که رسول خدا میدادند به دیگر همسرانشون مشخصه. ببینی و ما ادراکی من خدیجه، تو چه میفهمی که خدیجه که بوده است؟ هرچی بخوام در مقام و منزلت ام المؤمنین خدیجه غرا صلوات الله علیها سخن بگویم باز حق مطلب رو ادا نکرده ایم، حق مطلب رو ادا نکرده. به هر حال امروز روز وفات شهادت گونه این بی بی است و برازنده است که نظری، نیتی، چیزی داشته باشید برای دفع بلا، برای رفع بلا. به اون لحظاتی که رسول خدا وارد خانه می شدن و تمام، الان این جملات رو که عرض می کنم می دونم باز دلها زیر و رو می شه، اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، دلی که منقلب بشه، دلی که بشکنه مرکز رحمت الهی است. بارها و بارها رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه می شدن و از تمام سر و صورت رسول خدا خون جاری بود، از تمام بدن رسول خدا خون جاری، از پاهای مبارک رسول خدا خون جاری بود و حضرت خدیجه صلوات الله علیها می رسیدن به زخم های رسول خدا، اشک می ریخت ام المؤمنین و مداوا می کرد رسول خدا را. تمام اینها را، تمام اینها را صدیقه زهرا صلوات الله علیها در همان سنین شاهد بودند و تماماً را حضرت ام ابیها فاطمه زهرا صلوات الله علیها برای امیر عوالم علی اجرا می‌کردند و قطعاً می‌دانید که دختر صدیقه طاهره زینب کبرا هم می‌دید و آموخت و کربلا چه کرد برای برادر صلوات الله علیکم یا آل بیت رسول الله. قسم بدید به تمام این لحظات که وقتی حضرت خدیجه هم از دنیا رفتن، صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها دارد که در احد حسیر را آتش زدند به فرمان بی بی دو عالم و خاکستر حسیر را روی زخمهای رسول خدا می گذاشت صدیقه طاهره و گریه می کرد
و همان اثنا رسول خدا دعا می کردن اللهم اهد قوم انهم قوم لا یعلمون، خلاف بقیه انبیا. تمام انبیا وقتی اینطور می شد و شدت می گرفت آزار و اذیت های قوم به آنها، نفرین می کردن. جواز نفرین هم داده است خود حق، خود خالق این بندگان جواز نفرین داده است، یعنی هیچ ظلمی نیست، جواز داده است. با این احوال رسول خدا دست به دعا بلند می کردن، اللهم اهد قوم انهم قوم لا یعلم. و صدیقه طاهر زخم های پدر را یکی 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 مرهم می گذاشتن. اشکالی نداره بگم مرهم زخم رسول خدا خود صدیقه طاهره است. به به مرهم، یا الله. اجازه میخوام قدری رخصت از آقا سید الشهدا تو این زمینه بگم، اشکالی نداره، برنامه محبتی بشه. مرهم درد رسول خدا حضور صدیقه طاهره است صلوات الله علیه. فکر نکن که دارم حرف ذوقی میزنم و حالا در ابدا کاملا مستدل دارم عرض میکنم. حدیث کسا را ملاحظه بکنید، وقتی رسول خدا در بدن مبارک ضعف میابد، اولین جایی که میرود در خانه صدیقه طاهره صلوات الله علیه هاست. انی اجدو فی بدنی ضعفا، و جواب را ببین، و جواب را ببین. صدیقه طاهره میگویند که اعیذ که بالله یا ابتا من الضعف، فقال یا فاطمه ایتینی بالکسان، به پناه خدا میبرم شما را از ضعف. عجیب است حقیقتا، اینجا جایی است که باید با احتیاط تمام سخن گفت، از شأن و منزلت حضرات اهل بیت کاسته نشود در زبان الکلمه، آن شأن که سر جاش، آن که سر جاش در اعلا مرتبه است، در زبان الکلمه یه وقت قصوری صورت ندهد و انشالله مطلب بنشیند آن جایی که باید و شاید، که کمک کند در اعتقادات ما. میان برنامه اگر میخوام ببینیم تا نکته راجع به خشیت عرض کنم، پس بگذارید برای بعد تا فرمان. بحث ما در خشیت الهی بود اگر خاطرتون باشد. قرار دل رسول خدا ام المؤمنین خدیجه کبراست، همان گونه که قرار دل امیر المؤمنین صدیقه طاهره صلوات الله علیها، و همان گونه که قرار دل سید الشهدا خواهر با جان برابرش عقیله بنی هاشم است. و اثبات شی نفی ما ادا نمی کند اگر گفتیم حضرت خدیجه، نه اینکه صدیقه طاهره نه، و اگر گفتیم حضرت زهرا، نه اینکه ام البنین، نه نه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. ولی آنچه که بیشتر به بروز است، آیات جهنم در خشیت سخن می گفتیم، آیات جهنم و عذاب نازل شد بر رسول خدا که ما چه میکنیم با کسانی که در کفر و ارتداد هستند. وقتی این آیات بر رسول خدا عرض کردیم، انما یخشى الله من عباده العلماء، دیگه آن کسانی که در مرتبه بالاتری از علم هستند، خشیت آنها هم از حضرت حق بیشتر است. رسول خدا آیات عذاب رو ملاحظه کردن، جبرئیل آورده است، بدن رسول خدا به لرزه در آمد با همان حالات خاصی که نزد اخذ وحی داشت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله. به پهنای صورت رسول خدا گریه می کردن، گریه بلند. اصحابم به تبع گریه رسول خدا به گریه افتادن، همه گریه می کردن. خب کار سخت، رسول خدا را چه کسی میتواند آرام کند؟ چه کسی میتواند؟ آن یادگار خدیجه صلوات الله علیها. فرستادن دنبال صدیقه طاهره، یا زهرا به داد برس که پدرتون رسول خدا گریه میکند و هیچ کس نمیتواند حضرتش را آرام کند، نمیتوانیم نزد او برویم. سراسیمه صدیقه طاهره آمد صلواتون، پدرم گریه کند، وارد بر رسول خدا شدن. یا ابا، ای پدر، سبب گریه شما چیست؟ چرا گریه میکنید؟
رحمتا للعالمین یعنی این، رحمتا للعالمین یعنی این، یعنی طاقت ندارد بشری از بشر وارد جهنم شود مگر اینکه در نسب است، نسب عداوت با اهل بیتش. دقت کنید چه عرض میکنم، چون حواسم بر لغات هست انشاءالله. کسی که نسب عداوت کند با اهل بیتش تحمل نمی کند رسول خدا، و آنجا که اشداء علی الکفار سخنش به میان می آید. صدیقه طاهره وارد شده، یا ابا سبب گریه شما فرمود که آیات جهنم نازل شده است که خدا چنین می کند و چنان می کند. از گریه و از آیات جهنم حضرت صدیقه طاهره هم صلوات الله علیها شروع به گریه کردن، کلن اوضاع مدینه به هم ریخت. روایت رو تا اینجا همه نقل کردن، بعضی از خواص ادامه‌ای در این روایت دارن که باشد انشاءالله برای وقت خودش، که سید الشهدا صلوات الله علیه خبردار شدن و آمدند و چه گفتند و تمام آرام شدند. غرضم شاهد مطلب این است که خشیت رسول خدا، آن هولی که رسول خدا از عظمت الهی دارد و آن نگرانی که برای امت دارد را صدیقه طاهره باید جواب بدهد. صدیقه طاهره باید بیاید. وقتی که عصمت الله الکبرا قدم میان میگذارد قصه فرق میکند، قصه فرق میکنه تا به مقام شفاعت کبرا برسیم، که آنجا دیگه غوغای مطلب است. شفاعت کبرا، شفاعت کبرا قیامت است. آنجا دیگر خوشحال باشید مردم عالم، در شفاعت کبرا آنجا روایات را ببینید که دیگه در صحرای محشر آن کسانی که جهنمی میشوند معدودن، یعنی میشود آنها را به شماره در آورد. انقدر تعدادشون کم میشود نسبت به اهل محشر، تماما را شفاعت میکند. به چه قاعده ای؟ من کساکم به حب فاطمه، کسی به شما لباس پوشانده باشد به خاطر محبت صدیقه طاهره. من سقاکم لحب فاطمه، کسی به شما آب داده باشد به خاطر فاطمه. دستش رو بگیرید و وارد بهشتش کنید. میان برنامه با هم ببینیم، با همین دلهای شکسته دعا کنید برای همه. یا علی، عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف القطاع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وبنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب
كلمح البصر أو هو أخرى. اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. الغاوث الغاوث الغاوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجاج العجاج العجاج، يا أرحم الراحمين بحق محمد، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. حقيقة العجل آقای صاحب الزمان، العجل سخت شد زندگی بر محبین و شیعیان شما، همه جای دنیا سخت شده دیگه. کرم کند حضرتش، عنایت کند، اولا که این بلا رو دفع کند و انشالله که همه در حفظ و حفاظت حضرتش قرار بگیریم انشالله. این رو عرض می کردم، حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه وقتی قدم در مقام شفاعت می گذارن، تازه مقام محمود چیست؟ صاحب این مقام محمود کیست؟ اینا رو مطالعه کنید ببینید مقام محمود را گفتن چه مقامی است در شفاعت کبرا. حضرت صدیقه طاهره این جلالت رو دارن. امشب یا فردا وقت استشهاد یا وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا صلوات الله علیها، ببینید وصیت نامه حضرتش، وصیتی که حضرتش شفاهن فرمودند، ضبط شده است در تاریخ، نقل شده است. حالا هرچند یه عده کوته نظر خدشه در سندش میکنند که خودشون مخدوشن، ولی نقل شده است به هر حال در تاریخ که حضرت وقتی نشستن نزد خدیجه ام المؤمنین صلوات الله علیها، رسول خدا فرمودن چه وصیت داری؟ عرضه داشتن یا رسول، ببینید ادب را، ادب را ببینید. یا رسول الله، من در حق شما کوتاهی کردم، تقصیر کردم، آنطور که باید و شاید نبودم. بلا فاصله رسول خدا فرمودن حاشا و کلا، اصلا اینطور نبوده است. خدیجه ما این گونه نگو، من از تو هیچ گونه تقصیری ندیدم، هیچ کوتاهی از تو ندیدم، بلکه در خانه من تعبتی، خسته شدی، خیلی هم خسته شدی. ببینید دو طرف است، دو طرف است. حضرت ام المؤمنین صلوات الله علیها در تواضع محض، و رسول خدا صلی الله علیه و آله در لطف و انعام محض. دو طرفه. چه خوشبی
مهربانی هر دو سر بی که یک سر مهربانی درد سر بی. یا رسول الله وصیت را ببینید، اشاره کردن به صدیقه زهرا صلوات الله علیها و گفتن اوصی که به هذه، مواظب دخترم باش. عبارت خود بی بیه ها، بعد از من کسی از زنان قریش بر سر او فریاد نکشد، کسی از قریش او را اذیت نکند، او یتیم است. اشاره را ببینید، کسی لطمه به صورت فاطمه هم نزند. سلام الله علیک یا ام المؤمنین. یا رسول الله فاطمه من غم دیده است، مراقب او باش. پیغمبر قطعاً به پهنای صورت گریه می کردن و این جملات را می شنیدن. یک جمله بعد از آن گفتن که یا رسول الله من از قبر می ترسم، از قبر می ترسم. عبای خودتان را بگذارید که من توشه قبر و قیامتم قرار بدهم. رسول خدا هم عمل کردن، عبایی که در آن وحی می گرفت تیلسان رسول خدا بردن و برای کفن آماده کردن که جبرئیل نازل شد. جبرئیل نازل شد و حقت به تو سلام می رساند حبیب ما، و برای خدیجه خداوند علی اعلی امر کرده است که کفن بهشتی بگذاریم. اول به عبای خودشان و بعد با کفن بهشتی کفن کردن ام المؤمنین خدیجه غرا صلوات الله علیها را حضرتش با دو کفن. بعضی گفتن به خاطر آن مالی که حضرت خدیجه صلوات الله علیها به آن وسعت دادن در راه خدا، خداوند علی اعلی هم اراده کرد و این آیه و آت ذا القربا حقه نازل شد، یعنی حق فاطمه را بده و فدک را داد رسول خدا به صدیقه طاهره عوض مالی که از مادرش خرج اسلام شده بود. یک جمله بگم آخر برنامه، مقدم دعا برای فرج باشد. یا ام المؤمنین، یا خدیجه، حتی اون فدک را نتوانستن به دخترت فاطمه ببینن، از او گرفتن نساده با ضرب سیلی و لگد، با بی‌حرمتی فدک او را گرفتن. خدایا به ناله های صدیقه طاهره در این شب و روز، به ناله های امام زمان، به ناله های همه اهل بیت که عزادار مادرشون و جدشون خدیجه غرا هستند، فرج بقیت الله العظم را بر ما برسان. قلب حضرتش را از دست ما راضی و خوشنود بگردان. این بلا را از قاطبه شیعه رفع بفرما. زنده و مرده ما را کربلایی کن یا علی. خدا نگه. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول مخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور مضاطم.